welcome to the session, and this session is the second last session of the day. The session will be mostly about national internet exchange point of Afghanistan. So anyone who knows the definition of exchange point, what is internet exchange point? Anyone? انگلیسی درست است یا بریم به دری پشت؟ دری کمیسون جور نکنید؟ My name is Abdul Khalid Azizi. I am a board member of National IT Professions Association of Afghanistan, and I am the co-founder of this association as well. I congratulate my team, especially Mr. Shams, Khaliqi Sahib, and Hamdad Sahib, Atman Khair Sahib, and all Khaksar Wakar, who is not present here, for conducting another amazing AFSEC 2019 for the third time in a row. So, the question again, what's internet exchange point? Internet exchange point, what's exchange? Exchange. Right? تبادله درست است؟ تبادله ما در کجا میکنیم پوله؟ در صرافی صرافا در کجا پول تبادله میکنن؟ در بانک مرکزی وقتی که ما میخواییم که لندن بریم کدام روچ ما میگیریم؟ مستقیم از کابل به لندن میریم یا کدام رای دیگه یست که ما میریم؟ کدام راست؟ سپیکم کدام راست؟ دوبای کدام راست؟ کوالالمپور سنگاپور اکسکتر رای؟ هواس وقتی ما میخوایم سریلانکا، مالدیو، نیپال، بنگلادش، بوتان بریم از کدام را میریم؟ از رای هند میریم. هند از هند دو طرف. وقتی ما میخوایم پاکستان بریم مستقیم از افغانستان پرواز میکنیم و پاکستان میرسیم. و اگر ما بخوایم فرض مثال شارتست پات پیدا بکنیم ما چی رقم رو پیدا میتاریم؟ ما از ترانزیت یا از اکسچنج روز استفاده میکنیم. از چی استفاده میکنیم؟ ترانزیت روز یا اکسچنج روز. لغتایی که براتون میگم، ترمزی که براتون میگم، اینو پیشتون یادداشت کنید because we will use it most often in our session. So what is an exchange point? An exchange point is a point where all the traffic comes together and then disseminates. جایی که چی هست؟ کل ترافیک ما، کل دیتا ما میایه و از اونجا پس دسپرس میشه به کجا به ریسیورای پر میاد. جایی که end point، termination point اوناست. اکثر شما تکنولوژیکل بک‌گراند دارین، تکنیکل بک‌گراند دارین، به او اساس شما بفهمید ترمینیشن پوینت ما چی است. ترمینیشن پوینت ما چی است؟ جایی که اون مسیج انتند است، به جایی که ما میخوایم که مسیج برسد، او رسید کسی که رسید میکنه، او رو ما چی میگیم؟ ترمینیشن پوینت که از او بپرد تا اونجای دیگه او روان نمیشه به کسی که مقصود است. او رو ما چی میگیم؟ ترمینیشن پوینت یا اند پوینت آف کمیونیکیشن. وقتی که ما میخوایم که از افغانستان بریم ما میریم به لندن بریم اول ما میریم به دوبای در دوبای ما یک چیزی که متوجه شده باشین در طیاره یک نفر از یک مملکت دستینیشن نمی باشد دستینیشن های مختلف داشته می باشد و در یک طیاره با شما تا کجا را تا دوبای پرواز میکند وقتی که در طیاره در دوبای نشست میکنه سفر مسافر استرالیا به دیگه گیت میره مسافر یوکی به دیگه گیت میره مسافر سعودی به دیگه گیت میره فرق میکنه هر مسافری که از چی است به شما یک فریم است چی است؟ هر مسافر به شما یک فریم است لگیجش چی است؟ پکت لگیجش یا بکسای اونا چی است به شما؟ لگیج است طیاره چی است؟ میدیمی است که از یک جا به دیگه چه انتقال میده مینز یا روت چی است؟ روت هوایی که ما استفاده میکنیم تا دوبای میرسیم بعد که در دوبای رسیدیم نظر به دستینیشن خود ما میریم به گیت نمبر 5, 6, 7, 10, 20, 70, whatever it is. از اونجا به طیاره دیگه میشینیم ما میریم به منزل مقصود خود ترمینیشن در کجاست که سفر ما هدف ما کجاست یوکی exactly the same thing happens in ICT world in cyber world ISP های مختلف now think here that we have three tier architecture what's three tier architecture three tier means three levels of architecture ما به سه لول تقسیم میکنیم ISP ز خدا یا سرویس پرووایر ز خدا لیول اول اند یوزر سوری لیول اول گلوبال آی اس پی اس گلوبال ترانزیت پوینت اس گلوبال کسانی هستن که ما با ما سرویسز میتن تایر 2 نشنال به لیول نشنال می باشد که فرض مثال ما در افغانستان یک اکسچنج پوینت داشته باشیم یک نقطه مرکزی وصل داشته باشیم از اونجا ما کانکشن به گلوبال و به اند یوزر ما تایر 3 می لیول 3 می کلیر که سوال داشته باشید میتونید که انی تایم از ما پرسان بکنید درست اکسچنج پوینت چی به درد میخوره ما در سال 2011 کم کم یادم میاد که بر بار اول
ای پایین در افغانستان یاد میشد که ما میخواییم نکسا بسازیم، نشنل انترنت اکسچینج پوینت این افغانستان، ما این رو میخواییم بسازیم و بنامه مشکلات بازی یکم تال خود و در سال 2017 فکر کنم یا 2018 بود که ای بر بار اول در وزارت مخابرات ایجاب جا شد و در اونجی تطبیق شد که فعلا فعال است و کار میکند. مفادای از این اینترنت اکسچنج پوینت چی است و نشنال اکسچنج پوینت چی است که دوستای ما از وزارت مخابرات آمدن تعریف میکنند، اینترنت اکسچنج پوینت و آی اس پی چی ریلیشن دارند، اچیومنت نکسا چی است و در آخر هم آینده امی نکسا چی است. این یک دیاگرامی است که شما میدونید اینجا که امو تعریف اکسچنج پوینت چی است. اکسچنج پوینت ها دیفاین از مالتیپل اکسس نتورکس الاوینگ آی اس پی تو اکسچنج ترافیک اند راوتینگ انفورمیشن ود اذر آی اس پی. چی میشه وقتی که آی اس پی در افغانستان، ما شما چند آی اس پی داریم؟ حدود 69 آی اس پی. شپکش میتونه که نه پیش 66 آی اس پی یا اینترنت سرویس پرووایدرز جدا از ایم ان اوز، موبایل نتورک اپراتورز. موبایل نتورک اپراتورز کمپانی هایی که سیم کارت میفروشن و خدمات وایرلس زیادتر میدن، اما اینترنت اکسچنج اینترنت سرویس پرووایدرز کسایی هستن که اونا برای ما شما دیتا سرویسز میدن، صرف دیتا سرویسز، نه سرویس مکالماتی. البته وایس اوور آی پی از something else. Okay? چی میشه؟ ای آی اس پی ها با هم چی میکنن؟ فکر کنین که نال اگر یک آی اس پی ما میخوایم کمیونیکیشن بکنیم با فرض کنین که ما با آی گلوبال که اسپانسر ما هم هست، یکم مارکتینگ مجازه است نی؟ چشان خسته کن نکنین چیه را؟ کتیم ها یکم فیدبک بدین. آی گلوبال است؟ خیلی اجازه پاکنی. بله؟ خیلی اجازه پاکنی. آی گلوبال آی اس پی است. ما از آی گلوبال میخوایم با امریکا با دوست خود مثلا در تماس شم. این حالا آی گلوبال مجبور است کل کنکتیویتی رو برای ما چی بکنه؟ خودشان رو وصل بکنه تا این پوینت ما. هم قیمت تمام میشه، هم دیر میرسن، هم انفراستراکچر مینتیننس کاست بسیار زیاد بالا میشه و غیره. اما شما فکر بکن که اگر ما یک اینترنت اکسچنج پوینت داشته باشیم که همه آی اس پی ها در اونجا بیاین و از اونجا پس به کیبلای سر میرین و گلوبال آی اس پی و غیره اونجا وصل باشد، وقت کم میگیرد، بیتس پر سکند کاست. آی اس پی بین خود وقتی که دیلینگ میکنن، بزنس میکنن، اینا بیتس پر سکند کاست حساب میکنن. در مقابل بیتس خود پس بر جانب مقابل خود که پیر گفته میشه، دو کمپانی آی اس پی با هم در یک قرارداد میرن و پیرز میباشن، اونا پس به پیرز خود به اساس بیتس اونا میشه که امو تبادله نرخ نوار رو بکنه. این حال در این صورت وقت ما کم زایی میشه، قیمت ما پایانتر میه، افیشنسی، ترانسپرنسی، اکانتبیلیتی بیشتر میشه. این مفادایش هست که بخاطر از اینکه شما معلومات داشته باشین، من این رو براتون تعریف کردم که این رو سشن شما کنفیوز نشه. مهمانان خود دعوت میکنیم به خاطر سشن از آقای شیرافزار یوسفزی که سینیر نتورک انجینیر نکسا هستن، از ما تقاضا میکنم که روی استیج بیان. از خانم ساحل مشرف نکسا پروژیک منیجر و از آقای احمد ولید خالقی رئیس سابق نتپا و فعلا بورد ممبر ما. پلیز یکم چک چک یک معلومات خلاص اول از نکسا میگیریم، بعد از او باز پیش میریم. از یو ویش که پرزنتیشن وقت سلام چه دقیقه شروع کرد پرزنتیشن بزر بکم شیرتم که زدت سو اقوه وقت بدیم. اوکی سو شرافت در سر ویلکم تو یو تکنیکلی اول خدا که نکسا و سلاس را رونی در سو اسکی سو سو کنیکلی دی و پلانز فیچر پلانز آنه دیر من استاس تولو پیجازا زا تاسو د چولو نکسا سین انجینر امپلیمنټیشن او سپور کول ما کړل دا فیلن او مون سر با نکسا که سوال از آی اس پی هنه کنک دی او دا هاگ آی اس پی دی چه مارکت که اوز ها رول ندیم
تقریبا 1.2 گیگ ٹریفک یعنی 1 جی بی ٹریفک ایکسچینج کیږي پهنا او ورسره موږ فیس بک کیشې هم لرو یعنی کیشې هغه میسجونه هغه کنټینټس چې فیس بک ریلیټډ دي انستګرام ریلیټډ دي نو دا لوکل ایکسچینج کیږي پهنا نیکسا کی او دین علاوه هغه پبلک آی پی چې مثلا یو آی اس پی یوز کړی دي او هغه موږ سره په نیکسا کې کنیکټ کړه نو کله چې یو آی اس پی بل سره کمیونیکیشن کوي او هغه نیکسا ترو کنیکټ دي د دې په ځای چې هغه انټرنیشنلی اپ سټریم ته لاړ شي یعنی هغه انټرنیټ کېدای شي د پی ټی سیل نه راستې یا کېدای شي تاجک ټلیکام نه ایران نه یا ازبک نه راستې نو هغه انټرنیشنل لینکونه ته نه ځي لوکلی ترو د آی اس پی ایکسچینج کیږي خانم مشرف شما تا حال چی چلنجی دیده این موضوع بخاطر اینکه ما 66 آی اس پی داریم و شما تا سال میشه که نکسار تطبیق کردیم اما صرف 14 در چولو چی چلنجی دیده است که شما موفق نمیشیم با وجود اینکه مقاداش بیشتر است؟ از زمانی که نکسار به کار شروع کرد از سال شروع کرد که باید که عملا فعال شد در 2018 وقت ما نفر شدیم که فعال بسازیم ولی مشکل اصلی ما پرایویت سکتور است وقتی که کل کار نکسا دولت آمد یک آی اس پی را جور کرد بخاطر خدمت برای مردم و شرکت های آی اس پی که اینترنت را پروواید میکنند برای اند یوزر خود اینا هر کدامشان باید ما تقریبا یک هفته دو هفته و اینا پرسیدشان داره ترینینگ به تکنیک هستر و اینا داره شد که اینا باید بیاین جوین کنن آی اس پی یا این اکسایده که ما کریت کنیم اما مشکل از این مطلب پر بسکر است اونا علاقاندی میشان نکنن که بیاین هم داری مواصل شدن و ما پیش هر کدامشان جدا جدا من های سرکان دولتی شما پالیسیستاز پانونساز هستم در بخش پانونسازی از یکی شیف قانونی شد و جبری شد دهی راست شما چی کار داریم؟ سر آی اس پی ما از طرف نیکسا نمیتونیم فشار بیاریم ولی این مسئولیت اطراف بوده میتونن و اونا چون اما ما آی اس پی ها لسنس کار از اطراف میتونن اونا میتونن که این یک پالیسی را جور کنیم که هر آی اس پی لکس فرنچیته آی اس پی ها لایسنس میتونن دو موضوع جداست اما اگه قانون بالا شده دیگه میشه اکتیویتی یا اپریشنس مدود در وزارت مخابرات میشه در اون صورت وزارت مخابرات در کل باید قانون سازی بکنه و پالیسی سازی بکنه آیا در معیار پالیسی و یا کدام قانونی برای در نظر گرفته شده که در شش ماه آینده فرض مثال شما حداقل 30 آی اس پی رو دیگه واسطه بکنید زیاد کوشش کردید دیگه برای اجرا همکاری میکنم دیگه با یعنی با تعقیب هر بار به اینا مکتوب را بشن برایشان بزرگارسا گرفته میشه که باید واسه شما در نیسه تقریبا کوشش کردیم مشکلات حل بکنیم انشاءالله تا یک چند ماه دیگه این مشکلات حل میشه خارکی صاحب یکی از بلاگرهای سکتور آی سی تی هستن که در آژانس باختر هم مصروف هستن شما در باره علی نکسا و در باره علی افغانستان یک حب شد بلاگ های هم نشته کردن از اون نگاه نکسا شما اهمیت چی میبینید و در این حال در بخش ترانزیت از ترانزیت پوینت افغانستان که مبدل شد او در اون موضوع شما چی نظر هستن؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم اولتر از همه خو ما میخوایم تبریکی بودم وزارت مخابرات کاری که در سالهای 2011 نو بحث در صورت میگرفت و نیاز به این بود که اون وقتا باید میشد ولی متاسفانه صورت نگرفت و در سال 2017 اینا قادر به ایشنم که کار بکنم در ظرف یک نیم سال یا دو سال فکر کنم اینا قادر شدن 16 فایل سپیر کتگیگه وصل کنم نظر به اماره که ما دادم و یک اشاره دو گک چارفکه یا بین خود شیر بکنم در وقت کم از 66 آی اس پی 16 آی اس پی را وصل کردن 14 آی اس پی 14 آی اس پی را با هم وصل کردن این نسبتا یک پروگرس خوب از برای دارد ولی با وجود از وام من فکر کنم بعضی از مثلا اوپن پیرینگ پالیسی شما فکر کنم دارید یکی از قوانین تانسته در اوپن پیرینگ پالیسی در انترنت اکسچینج پایین وقتی که ما شما چندین آی اس پی ها وصل میشن با هم اگریمنت میکنن که دیتا را از یک جا به دیگر جا وقتی دیتا یک دیگه خود انتقال میدیم نظر به یک اگریمنت ما شما دیتا را انتقال میدیم و یکی از او اگریمنت ها اوپن پیرینگ پالیسی است نظر به اوپن پیرینگ پالیسی اینا بودای کسی چی کنه نمیتونن پاکشاری کنه نمیتونن واسه هم که اونا بیاین با آی اس پی ها در اینجا دخیل شوند ولی بعض از قانون ها را بلا شما ذکره میتونن که اونا وادار بیشوند که در اینجا دخیل شوند
I experience یک بخشی از XP بودم میتونه. در اینجا نیاز است که ما و شما خوب یک چیز یک بحث علایدگی است که ما نداریم. متاسفانه افغانستان کانتنت نتورک نداره. ما خود ما کانتنت جنریت کنیم، مثلا یوتیوب بهترین کانتنت ها رو جنریت کنه. افغانستان هم یک چیز نداره که رو واسه کنه با XP خود. و یکی که همه گیر از اون راوت ISP ها مجبور شوند که انت یک کانتنت لوکال ما شما در XP وصل است و ما نیاز داریم که امرای از او و امرای XP وصل شویم تا ای که یوزرهای ما که هستن و بسیار آسانی از او دیتای لوکال ما استفاده کنند. ما وقتی که بس میکنیم سر دیتای ما لوکال بانه فقط سر این دیتای عادی که از افغانستان سر زمین بس میکنیم. بس این هم به سوال بعدی شما که بود چی رقمی میتونه اهمیت نکسا چی بوده میتونه در افغانستان و در زمین بدن در منطقه. اگر ما شما بینیم اماره ما در سال ما 9 ماه 8 ماه پیش یک بلاگ پست انداخته بودم در fig.af نظر به اماره که اون وقت ما پیدا کرده تانسته بودم افریکاش 44 دانه انترنت اکسچنج پوینت داره، در ایشیا پاسیفیک 96 دانه است، در یورپ 189 دانه است، در لاتین امریکا 80 دانه است، در نورت امریکا 103 دانه است و افغانستان در او وقت اصلا نمی لست ISP ها نبود. نه ISPش چی شد؟ در خیلی شد. ولی ای ISP میتونه که یک رول بسیار مهمه در منطقه حتی. تنها در افغانستان نه. در منطقه بازی بکنه. افغانستان is a landlocked country, we all know that. صحیح؟ ولی در عین حال ما میتونیم که این landlocked country را به یک ذر خود، به یک مقر تجارتی منطقوی وصل کنیم. اگر ما شما امی حالت جغرافیایی افغانستان را متوجه شویم، افغانستان بسیار یک یونیک موقع جغرافیایی دارد. از یک سون آسیای میانه وصل است با ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، از یک سون با آسیای جنوبی وصل است با استفاده از پاکستان، از یک سون با شرق میانه و یا وصل است از طریق ایران و ایسا از طریق چین با خود چین وصل است. این حال ما و شما اگر توانایی زیر داشته باشیم و در ضمن از نگاه فرهنگی و زبانی ما شما مثلا ما و شما در افغانستان به زبان دری صحبت میکنیم که تاجیکی ها و ایرانی ها صحبت میکنن، ما و شما به زبان پشتو صحبت میکنیم که بسیاری از مناطق پاکستان صحبت میکنن، ما و شما به زبان ازبکی و ترکمنی صحبت میکنیم، بسیاری از ازبکستان و ممالک ترکمنستان یا صحبت میکنن و این بسیار یک فرهنگ غنی داریم ما و شما. اگر با استفاده از یک ISP در افغانستان در کابل وصل شود و قدرت از زیر داشته باشه که تمام این ممالک با هم وصل کنه از سنترال پوینت، من فکر کنم بسیار یک دستاورد کلان به نکسا خواهد بود، به افغانستان خواهد بود و تمام دیتای این ممالک. مثلا مثال اگر از تاجکستان کدام دیتا باشه و ایرانی ها بخواهن از این استفاده کنن چون یک زبان سیم شیر میکنن و ما زبان سیم امرای اینا شیر میکنیم و یا از طریق ISP نکسا افغانستان با یکی دیگه وصل شدن، that's a great point. یک سوال میگیریم، واسطه دو سوال من سوال خود اضافه میکنم باید بشنیم. تشکر. سوال من متوجه بخش تکنیکی نکسا کنکسوی دیدید توی افریقا چه شده تاسته؟ نظریت داری؟ منجمنت نه داری تاسته؟ تکنیکل سپورت نه؟ کنو داری؟ اواقع سوال کنم دیده مننه مونگا فیلا نکسا که N7 که N7000 سیسکو راوتر دارو چه دی سلاٹ 4 سلو سلاٹ لری او هر یو پورت دی 10 گیگ لري، یعنی 10 جی بی سپورٹ لري. نو فیلن موږ چې کوم ISP کنیکټ کړی دی هغه ټول ظرفیت چې ده یا یو سټیم یا دوی سټیم ادا سی او انټرنیټ لري هغه چې درې سو یا سلو سو ایم بی کیږي. نو 1 گیگ موږ کنیکټ کړی دی او هر یو ISP په 1 گیگ کې کنیکټ ده. نو پاتې شو دا سه لگا بیگر ISPs such as MNOs افغان ٹیلیکام WCC MTN. نو دیو د پاره مونږ بیا دیو داسن کولای شو چې دیو په 10 گیگ کې کنیکټ کړو، یعنی زمونږ آر یو کوډ 10 گیگ ده هغه مربوط په کنیکټر باندې کې کوم 10 گیگ استعمالو نو 10 گیگ کیپیسټی مونږ ترا کې او 1 گیگ استعمالو نو 1 گیگ راغی او باقی مند نور ټول ISP نه چې زمونږ ټول سیستم ریډنډنت ده، یعنی اکټیو بیک اپ یو ISP په یو زمونږ کور سوچ کنیکټ کوو بل په باندې کې کنیکټ کوو. نو 48 پورتسونه لري او تقریبا مونږ ټول سلور شپې ته لایسنس ISP نه لرو په افغانستان کې. نو کیپیسټی د ټول ISP نه د پاره شته ده، حتی که کوم داسې ISP راشي آینده کې چې هغه 100 گیگ وړي
نو زمون دا نیکسس سوچونه چې دی کیپاسټی د دې لري چې مون 10 گیګ کارت 100 گیګ کارت ورته واچو او په 100 گیګ کې کنیکټ کو او په دویم سټاپ سوال نو فعلا مونږ په نیکسا کې 24/7 سرویس ورکو مونږ شفټ هم لرو چې دا د شپږو بجو نه سهار شپږو بجو پورې نو شپې انسان د کوم یو اکټیویټي کې یا کوم یو داسې یو آی سپی چې هغه یو اکټیویټي لري و چې مونږ د ورځې ډاون ټاون نه منو او د شپې کار کوو نو به شفټ انجینیر مونږ لرو 24/7 هغه سرویس ورکوي سلیم څومره سره سلیم سره د اګریمنت داس کړه چې 99.9 سرویس بار دیو ته مونږ ورته نو او اوس هم پوری همدغه سه روان مونږ د څه کوم کمپلین نه غره بل میجر کمپلین په دې 1.5 ایئر کې چې هغه دغه سه کمپلین چې هغه د نیکسا ترو سرویس د آی سپی افیکشن فور یور انفورمیشن Service level agreement or SLA is a term used in business contracts between any entities, especially in the ICT related business. The Uchime was at the book as a star making from more by Shmona the half percent SLA meeting. The Imanok now the half percent, Shmona up counted in 3% Shmona by the Kabul booking, Kumasamo downtime, Yamashkut, Chiburuz Mekan. Enough 99.9%, Megan in almost 100%. So this means that if you have a high-speed stamina machine, as you know, 24/7 service expect to have open, and downtime, the color is such a way that it's not a good thing. So be careful with that. Pan Sahil, there was a content generation. What kind of masculine door in danger? But more than much content, we saw a challenge because of the danger we were saying. و چون که ما مثل خالق سر بسیار خوب تشکر کردم و بخش کانتنت جنریشن یکی از مثالاش یوتیوب است یک دیگه مثالاش بلاگینگ است مثلا خود ویکیپیدیا است و سایر وبسایت ها و سرویسز پلتفرم های دیگه در این بخش نکسا کدام چیزی پلان دارین یا خیر؟ در بخش کانتنت پرووایدر ما امو کشوری که مثلا از فیسبوک هست، از گوگل هست، از یوتیوب هست، از اکامای هست، از فیس هست این پایچ کشوری هست که نکسا میخواه که اونا را وصل بسازه از جمعه از این پایچ کشوری فیسبوک وصل شده که همه که دبارش اطلاع دادن یعنی تمام از پایی که همراه ما وصل هستن و نوزرهای اسما از فیسبوک استفاده میکنن و فقط چین میشه به خواهد دارم و در سر دیگر کانتنت پرووایدر ما کار کرده رئیسیم گوگل در تجربیان هست با دیگه انشاءالله گوگل در واسه میسید رو نکسا و دیگه کانتنت پرووایدر اونا هر کدامشون از خود شرایط داره یعنی ما دقیقا نمیتونیم که از اونا توقع کنیم که بر ما امو سرور خود را پرووید کنیم که ما اینجا داشته باشیم و از دیگه فضل اکسچنج کنیم ترافیک در اونا بعضی از شرایطی هست که ما باید انجام بدیم بعد از اونا را هم میتونیم که داشته باشه سرش کار جریان داره از این پنج کشی مهمی که باید باشه یکیش هست دیگه شان در راه هست که میرسن شا بخش شیپمنت نشه دیگه هاش هم در جریان هست خالقی سر در بخش یک مشکل چالشه که شما یا ما داریم در افغانستان و در وقتی موضوعی که شما یاده باشیم که افغانستان ترانزیت هم در اون بخش اگه مخواه بینیم کل آی سپی های ما در سه شهر بزرگ است که کابل است یک چند تا در هرات است یک چند تا در مزار شهر در جلال آباد چند تا باشه اینا وقتی که ما کانکتیویتی میگیم باید سرویس ما هم انفراستراکچر ما قوی تر باشد که ما بتونیم که پوینت تو پوینت کانکتیویتی ما بسیار قوی باشد انفراستراکچر ما فعلا ضعیف است و کلگی هم فوکس ما سر جاتر سر شهر کابل سر ولایت کابل هم کلی اپریشن ما دیم جد دیم سکت شما وزیر اپلیکیبر میبینید؟ بینیم موضوع یک مزدی که کدام تنها خود افغانستان نبود نظر من ما شما یک رینگ توپولوژی داریم از فایبر آپتیک افغانستان درست ولی در لانگ ترم درست در نو این کار شاید هم کامپزی نواشه شاید هم ریالستیک دیده نشه ولی در لانگ ترم به نظر من اگه این کار تقیب بکنن اکسال یکی از دستاوردهای بسیار کنان اکسال بوده میتونن خصوصا در وقتی که چین میخواید پس امو رای چی بود به نام سلک رود یا وان بلت وان رود که میخواد پس سر شروع کنه کارش و آغاز بکنه که یک بخش از دو دیجیتال راوت هم هستن و همه گیره وصل میکنن
دهت یک حالت که باز من میگم که پیش کامرام هستیم متاسفانه که نشه خدای نخواسته کار سیپک جوان رایم زید؟ یا رای امو ترانزیتی مسیر تجارتی ما که بود او کار سر ما تکرار نشه بهترین موقع است بهترین وقت است اولین بار شاید باشه یاد شده باشه این همین وقتشه شروع کنن باید افغانستان پس سر اونمو کار را که اونا میخواهند که زورا از رای سیپک این همین را شروع کنن و وان بلد وان بود را وصل کنن از رای گواتر رو باز وصلش کنن رای خواهر میانه یا آسیای جنوبی یا به نظر من بهترین رای نمیز که یا بگیرن انیشیتیو کنن و افغانستان را کنن متدی کنن سیپک مخفف چی هست کسی میدانم؟ سیپک انیوان؟ خانوما شما خلایت میبود محصر بسن کار کامستانداز شما مشکل پسن بسن زمت میکرد سیپک چاینا پاکستان اکنامیک کوریدور یا دهلیز اقتصادی چین و پاکستان که در گوادر ساخته شده او یک پورد ساخته شد که میخواهد به مثل دبی یک پورد ساخته شد که درون فریزون باشد تکس نباشد در خود همون جای درون بر تجارا جای بودن و از اون طریق اینا از رای ترانزیتی و تجارتی خود با آسیای میانه و غیره اینا انکشاف بودن یک سوال میگیریم من نظر است بسم الله الرحمن الرحیم یک خود روزا پنند را دیدم و وقتی نیم چه یک چند پاینتی بکره زمان دو سوال دیو سوال داره دیو ولی چه کم لوکال ترافیک دیم مثلا تاسو لوکال چه کم مسیج یا غدر دی اکسچنج دیم زمان بوی شما سرور دی فیسبوک یا جیمیل یا دیو خوب افغانستان که نشتا دا بهر دیم زمان مسیج سنگ دلتا لوکال رزی دا خوب باید دل سرور تا راشی و بیا غیز دوست دلتا راشی یو دا مثلا دوی مثلا زمان بی تراجی دا دیو تروسو پر مونگ چوار از سیمیل دیم تاسو کوم سرویس ورکوي چې آی اس پی مثلا کزا آی اس پی لرم زه باید تاسو ته ورځې شم کزا نه یو کې کوم مشکل دی چې آی اس پی تاسو خو ته نه راځي دې نه سم معلومي چې تاسو خو سرویس نه ورته مو شاري نه راځي که تاسو ته سرویس ورکول دی به خپل راځي که تاسو دې وګورئ یا مشکل چې نه راځي ما وخت سوال مې نوم په پروفیشن باندې وګورم په اساس مو مثلا باندې داسې رئیس کې په فرانس پانتونه سلام 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 مثلا به نام با سوال شما میشه که تکنیکی تر جواب بدم برای خاطر نام پروفشن تون مهمتر است و سوال تون کوتا میرم منو نه بده کوم تول پر یو چې موږ سره سوره خطر ډیټا دا یو په لکه تاسو چې ویل چې دا ایمیل زلېګه مکنه جیمیل باندې زلېګه ما دا ز دغه چې ما سره ګوګل کې شیر دلته او زه دا ایکسچینج کوم نو سي ایمیل د لپاره موږ ته ایکسچینج پکاره ده اغه کنټینټس موږ نه خو ګوګل کې تاسو سره ستاسو یوټیوب ده یوټیوب دا ډیټا ده تاسو سره ته ګوګل کې سرچ کې دا ډیټا ده تاسو سره نو اغه ډیټا چې تاسو سره د تکې شه د نو دا ډیټا دلته لوکل کې شي کیږي تاسو خبره صحیح ده چې کله ته ایمیل لګې نو اغه لپاره دا یو ځل راځي کې شه ته چې کې شه کې کنټینټ نه دې لپاره بيدازي اپستریم ته د ته یو لینک هم پکار ده چې دا اغه وخت کې د خپل کنټینټ ډاونلوډ کړي د مین یا د ریجنل یا بل اکیشن سپوز موږ سره پاکستان کې ایران کې د نږدې ځای نه دلته به موږ سره لوکل یا بل اکیشې وي نو هغه نه د خپل کنټینټ ډاونلوډ کړي نو ترو اپ سټریم لینک معنا انټرنیټ لینک ورته پکار دی چې هغه خپل کنټینټس چې کوم دي سره د اکیشې دا اپډیټ کړي او کله چې دا اپډیټ کړه نیکست ټایم تا تندې نه ریپلای درکې په یوټیوب یا ګوګل سرچ انجن کې خو کته چې په ایمیل لګي نو دا بیا دا ایمیل هغه پکیټس چې د ایمیل دستا نو دا حتما ان تخپل مین سرور ته ځي او هغه ځنه چې الته دی لکه څنګه چې ایکسچینج سرور کې موږ یوزر کریټ کوو دا یوزر یو بل ته ایمیل لګي نو حتما الته یوزر کمیونیکیشن کوي نو ترو ایمیل چې کوم کمیونیکیشن کوي هغه یو ځل ځي خو کته سره لکه په یوټیوب کې ویډیو ګوري هغه کې شي کې د تنظیم سره دا خپل سرور لري یو راوټر لري نور ځان سره سرور لري هغه سرور به ټیرابایټس باندې کیپسيټي لري نو هغه دلته به سٹور کوي او کله به دلته نه نو به هغه ترو اپ سټریم لینک هغه خپل کې شي ډاونلوډ کوي په خاطر فیسبوک کې نه باید بکنیم که شی فیسبوک که گفتم منظور مدنی است که سرور فیسبوک رو ما داریم یک سال بشه تقریبا که بین یک سال وصل میشه و از خود فیسبوک ما بره سوال من که شما کدام فیچر یا کدام خدمات برای این 14 اسپی هایی میتونیم که با شما مده و کدام چیز تقاضای دیگه یا اسپی هست اونو باشم غیان نیست نمیم
به خاطر از باید رفتن بودیم که ما پیشتر هم رفتن بودیم که کل کانتنت پرووایدرها باید که لینکس ها واسه باشه وقتی که کل از اینا اینجا بود اونا خودشون مجبور بشن که باید گرند لینکس ها واسه بشن چرا که یک فایده ای است که 50% از پول را که اینا با کشورهای همسایه میتن به خاطر اینترنت اونا ما فری آف کاست باشن اکسچنج میکنیم و برای اونا 50% پول سیوینگ میشه اونا خودشون نه ما گفتیم که سازی کار کرده رسیم از زمانی که ما تمام کشور را وصل کردیم که نیسا پیلن یک کشور داریم کلش وصل شد ای دیگر هیچ مشکل برای ما نخواد بود که ما وصل نشن حالا اما تمام فیچرسی که باید بهتر داشته باشه مثلا تمام کشور باشه اونا را ما نداریم سرش کار جریان داره که پر از نوازی شد و بعد تو مثلا وبسایت های داده ایف یا ار وبسایت دیگه را که شما استفاده میکنیم کشه یا سرورش در افغانستان نیست ولی ما سر دو کار کرده رسیم شاید تا یک دو ماه دیگه سرور هم برسه و با نکسا رو مواصل بکنیم بعد از از هر وبسایت داده ایفی که شما استفاده میکنید جی او بی یا داده ایف هر کدامش سر سرور ها در نکسا خواهد بود و امیج اکسچنج میشه و خارج در افغانستان میکنید آقای فیزای سر در مورد رو سرور مورد رو افغانستان دید Difference between root server and Nexa, I mean exchange point. Da, pas ce șeile au cum eu vreau să urmă. Au vrut să văd, după arătați cum plan la repede. Munga apela nu-mi dau să da iau consultanții sără în communication eu, ce avea PCH numit Packet Clearing House, ce avea pe America TV, au tăcriban de 200 sau mai ziat, ai spune worldwide, nu este ce mișcă nevi. Но много видео сара покажу, че да root server, а рим мунта free domain тхей. Фарк че да, интернет exchange point по root server? Root server, осо мун фейлан айкспикен, че дэнта по Nexa ке мун дару. Но да communication, че да кем local contents дика, да мун са дэнта дио local exchange кей. Ау ка мун бе дэнта де по Nexa ке интернет connection рану, ау яо IGW, я интернет gateway журу ку, яо روم جوړ کو انټرنیشنل آی اس پی ان لپاره هغه وخت کې مونږ اوس په انټرنیټ نه پرووایډ کوو نیکسا از ناٹ پرووایډینګ انټرنیټ اټس جست ایکسچینجینګ د لوکل ټرافیک نو که چیرته مونږ هغه وخت کې بیا انټرنیټ ولرو او یو روم سرور د ټول آی اس پی ان لپاره جوړ کو او هغه کنټینټس چې لوکل دي هغه لوکل کنټینټ ایکسچینج کوي او انټرنیټ هم ورسره ولري نو همدې انټرنیټ تھرو باندې دا اپ سټریم آؤٹ سایډ د کلاود ته لاړ شي آقا پیلان، آقا پلان ده، نیکس پلان ده یک کامنت آخر از حقیصت میگیریم با بعد از دوشن من دمی روت سرور میخواستم یکم مگذارم معلومات مطمئن شیر کنم از سال 2015 با ایسو We are being contacted by ICANN That by is being contacted by ICANN That we want to launch or we want to have an L root server ال روت سرور یک ما شما میفهمیم 13 روت سرور داریم به سراسر جهان یا یک دانه الش که از توسط آیکانی کنترل میشه آیکان میخواد که یک دانه ال روت سرور در افغانستان داشته باشه و به خاطر از این لیدرشپ نتپاد چندین بار با وزارت محترم مخابرات و با افغان تلکام بالای صحبت کردن روت سرور خب اونا که میخواهن روت سرور را وصل کنن نیاز به ایست که یک ISP کلانتر باشه تا اینکه تمام دیتا از طریق از او پیش برای و وصل کنه وصل کننده از چی باشه و سرور در اونجا بسیار کارا می باشه از اون خاطر ما با افغان تلکام چندین بار اپروچ کردیم ولی متاسفانه یک جواب مثبت از پیش رو نگرفتیم اینا که به صدد ای هستن که شما یک سرور داشته باشین می فهمین که ورسان یک روت سرور پیش خود داره و آیکان یک روت سرور داره Why PCH? Why not NetPA? So ما local system community هستیم We can be a very good moderator in between Nexa and ICANN and we can connect all of you so that we have our first root server whether it's L or M or A or B whatever see می تونیم که روت سرور انجام بدیم وقت خرچی کلان نداره روت سرور فکر کنم شاید تا 6000 7000 یا 8000 دلار مکمل یک دونه روت سرور کاریش ما شما داشته باشیم این حال سر از سر یک مملکت ببینیم و یک 10000 دلار خرچیش ببینیم به نظر من کدام چیزی کلان نخواهد باشه جناسه دا سوال تاسو راځي کیو په تاسو ته زه خپل سیسن کې راځم زه به یو څه لیک دی په تاسو خبرې تاسو ته کې نه شه ځکه تاسو نه کې نه شه خیر لیک زه اوسه غږی وم نه رسول ما په مګون دا موضوع چې دی وای زه 2010 کې زما څه چې راځي تاسو خبر خلاص کې ځکه خبرې شي دا موضوع چې کوم نه شي وکړه په تا کې زه مرمل لسکي ای کارخانه کې شما باشه تا افسیک 2020 افسیک 2020 باز ما شما میبینیم بالا این دور سرور کشه
cache servers و exchange point یا exchange servers ما شما دوباره بحث میکنیم. اما دو بحث پس یک قسم خاموش شده میکنید و یک دانه چاکلیت با جریمه میکنید. درست است؟ کامل چاکلیت اک سوال از سوال نمیگیرم اک کامل تست دوباره. همیشه گفته میشه که از طرف دولت این برنامه دیتا از دیگه ممالک گرفته میشه. مگر این دولت چرا پرایویت سکتر هست؟ یعنی که کسی که دیگه دیتا میده با این خود دولت لایسنس میده با پرایویت. چرا او را چی نمیکنه لایسنسش که میده او انترنت زیاد داشته قیمت زیاد میرسانه و خود دولت باز قیمت زیاد یا چی میباشه؟ موضوع قیمت هسته این چند موضوعات هست در اینجا این فقط شما یک موضوع رو میبینیم که اونی هسته که انترنت بر افغانستان ارزان تمام میشه چرا قیمت رفته میشه؟ اما در اینجا دولت هم ملامت نیست. Maintenance cost for everything in Afghanistan is super high. هر آن چیزی که هست، هر آن خدماتی که ما شما میبینیم که یکی از مثالهایش که هست پایه های برق هست که شما روزمره رو تجربه میکنید. پایه های برق maintenance costش از هم افغانستان اگر ما برق infrastructure شجور بکنیم باز اونقدر مصرف نمیشه تو قدر که در maintenance costش میاد. چی employees باشد، چی خود infrastructure باشد، چی equipment باشد. و این شکل وقتی که ما با ISPR این خدمات میتیم ما یک وقت کم است از او خاطر بحث بیشتر نکردیم سرش Open Access Policy یک پالیسی دولت ساخته و او هدف شمی است که ما خدمات بهتر در قیمت کمتر بدیم او چی رقم است که یک فایبر رینگ افغان تلکام دارد او دولتی است اما دولت گفت نه خیر بیان که امیر ما اجازه بدیم که دیگه شرکت های خصوصی که مثلا اتصالات روشن افغان بی سی ام تی ان و غیره اینا هم بیان نسبت یک حلقه فایبر داشته باشه در اون صورت ما میتونیم چندین حلقه داشته باشیم و از هر حلقه که هر کس میخواد استفاده بکنه باز چون رقابت سالم در میان میاد و هر کس از هر قیمتی که میخواد استفاده بکنه از اون انفراستراکچر استفاده میکنه که هم ترانسپرنسی و نمو کیفیت یا کوالیتی اف سرویس بالا میره در عین حال قیمت دیگرید میشه اینجا بسیار زیاد تشکر تشکر از شما هم سوالا میفهمم بیشتر است اما ما 15 دقیقه وقت خلاص میکنیم که انجینر صاحب اومدن خدمت ما ان شاء الله که اینا رو هم بعضی بیتانی های پر خواهد داشتن وقت هم پر تشکر برنامه در پرسپیک شیب است تقریبا 15 دفعه سشن داره باز به سوال ها می آیم مرکز که سوال ها و انترا داره میشه به سوال ها بوده پرسان کنه از اینجا هستم محمد سوال سلام علیکم آره نما که سرور در ما پزیمه سمجه که زد کرده در کمونکشن پر باش که در بی ایس ایس جی سیب تا تو اپر پر الحمدلله ماشاءالله در کمپیوتر ساینس و آی تی و آی سی تی چه در انجینری خاصتن در بخ انجینری و دیفرنشیشن دید در طول در کم ریاضی چی زیاد مشتی که آره بخ انجینری که رو او دیر مغلق ده او دیر سی او دیر سی ده چی مگه پیچی ده نو ده اطلاع اداره پیسا بانتا شکل معلومه داری چی دیو وزیفه چی شده او زیاده نو والوستا سوارتا مانیسو او سی معلومه داری چی دیو فن پر لطا سوارتا بگیو بیا برای شو دار اکسا پیسا بانتا تقریبا که غلط روی بودر لسمو زمان چیرمان په نامه د ذکر یاسم او چې هغه شاید ځینې ورونه وپېژني ځینې ونه پېژني سنګین صاحب ډېر خدای لري واقعا چې ډېر تکړه سړی دی او په مخابرات بخش کښې په آی ټي آی سي ټي بخش کښې زیات کارونه یې کړی دی دغه وخت کښې و چې زه خپله جلسه کوم ذکر یاسم سنګین صاحب ته یو پېشنهاد ورته وویل چې هغه دا و چې موږ ایمیل لیکو دغه ایمیل چې لیکو دا زموږ ایمیل دي ډنمارک ته ځي ډنمارک بېرته موږ ته راځي حالانکه زما دفتر د دې خوا کې موجود دی او د دې په اړه باید څه وکړو هماغه وخت کې چې په هندوستان کې او په جاپان کې
dacă se nexa ce tazul acela cu credul de asta, altă te armă, cu arif în creu. E neșie cu bată șuntă. Sanghic se ia, a luat cu margean se ia, mă rutea bărăștea de aia, pentru că bani și bani de tazul. Tazul piege ce atra e dara, avea o regulire, mă hardat, o zara ce cânde pare sindicat. O a luat că atra e dara, de wazara ce trebuie la ce fras ki wazi se absen ki hato wo takriban se de pas do kal ki ce trai dar nu stai shuri do dar la sunna pe dema de kar shuri shu ce la ka nur dunya ke ce yo so ki mil la yo mil bu cha de ke alam ke asre de pe lazmi de ke ya pe mi de ke da imen de dar zi la san se da ce no mi de mar da ya نیویورک بزی از آن بیت رازی دیده کمیل رو برده بلیگی نو واقعی چه زده خود خوشحاله خبر ده شنن یک چمپین رو شوی ده واقع سوال رو نکار کنی چه ده نیشنل دیتا چه کم ده سنگه داخل که رو شی او سنگه بیا بیرون تو نگو چه در طور باید از آقا پول چه 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 رو کلی ده او واقعی تا باید من واقعی افتخار رو تو باید واقعی نمون افتخار ده او بند آقا خود بکار کلی ده ده پاسنه نیکی او دا افغانستان د نن تاسو نن تاسو په کوم څه نشي کولای دا تاسو باندې نه کولای نو ټیلیکام ډیولپمنټ کان چې کوم دی هغه د ټول مخابراتي شرکتو څخه د 2% خالص وو ریونیو څخه موږ لاس راوړو بیا دا یې په درې بخښه کوم دی نه استفاده کوله یو د ټیلیکام ټیلیکموکیشن اکستنشن په رولر ایریا کې او بل دا ایجوکیشن سینټر ایجوکیشن مراکز کې خپل صحیح مرکز کې استفاده کوو تر اوسه موږ تقریبا په مدت شپږ شپږ کې جوازونه دایسته نه تقسیم کړي دي چې موږ کوشش کوو چې دا په څو ورځو کې دیو ته ورکړو خو زمون صرف د اثر ریګلیټری زمون وظیفه ده چې موږ یو جواز ورکړو او مارکیټ څخه نظارت ریګولیټ کړو اما د بانډ او نور ټیکنیکل ډیټا هغه د مخابرات محترم وزارت کار په شاته ورته ستې هغه ورته وتي یا دغه پالیسي ورته جوړې یو دغه پالیسي په اساس دی را کار دی نیکسا کوم څه خوشاله او واقعا د ډېر یعنی افتخار خبره ده چې نیکسا کوم شوې ده او تر اوسه دې سره څنګه لري د ورنه کولای شي چې دای چاپلس مربوط دی من هم کوشش کوم چې یو څه برسته وکړم سرورونه چې سوي ورته وړاندې کړو د تر ورته واخلو دا مثلا مشکل نشته دی دا زموږ پالیسي کې برابر دی او مخابرات وزارت خپل کوي چې ادلای ادارې سره په وسو کې درپاسو کې چې من دغه موضوع دلته موږ سرورونه زرلو اکسچینج پوینټ جوړ شوی دی تیار او هغه پوینټ دی چې من ډیټا بیرونه ور داخلو اما اوس مهم خبره دا ده چې داخل کې روټ او بیرون ته لیکل دا داخل کې روټ اوس آیا دا کار باندې نیکسا ورونه وایي چې دا کار کیږي چې یو څوک چې ایمیل پر چا دلی کې پنځه متره کې بل راسره نه ناست دی ورته لن ورته وایي چې دا زیه په خارج نه لکه چې چا څو ول چې سبونه خارج کې مخ کې وو اوس مشته دي آیا دا کار تر کوم حالا پورې مخته تللی دی دا مخابرات وزارت کار دی هغه ورته سوې من د ټیلیکام د فند په حساب باندې من خاص کارونه کوم او دا توسیعي پروګرامونه چې په هر سکتور کې وي من تحصیلات وزارت ته تاسو خبره سي چې اوس الحمدلله تقریبا د تحصیلات وزارت زیاتره کمپونه من کیبل ټولي ته وصل کړي دي انټرنیټ ته ورکوو مهم خبره دا ده چې تاسو ځوانانو ته موږ یو بل شی هغه برابر کړی دی هغه څه دی چې موږ اوس الحمدلله تین سره موږ وصلو تین سره تل زیاتره ته څو کېدې شي پوشي کتل شي مرکز تحقیقاتي او تاسیسي افغانستان جیان کنا افرین وو په وخت افرین مخکې جیان سره وځو بیانا کې اوس دا مرکز من د تورخم لاره 10 ترانس ایرو ایشین انفورمیشن نتورک سره مستقل دی ماسلین د کمپیوټر ساينس د انجینری د ټول په دې دوی کولای شي چې دغه سیم ته شخصا مسؤول زیمه چې پیسې ورته ورکړو کال کې لس یولس میلیونه پیسې ورته ورکوم دا دوه بخښه لري چې یو د
د کابل پونځه څخه تر تورخم پورې سل فیصد پیمنټ یې اترا اداره کوي او بل یې د تورخم نه تر د ټیم مرکز چې په کوریا جنوبي کې دی اویا فیصد یې اترا ورکوي او دوی اووه دېرش فیصد اترا ورکوي او اویا فیصد یې جامعه ورته ورکوي ماشاءالله اوس زه کېدای شي چې زه نه یم راغلی زه خو محصلینو باندې استادانو باندې باور باندې مې باور لرم حتماً دوی به په دغه سیستم کې کار کوي ورمتلی وي دوی به تحقیقات کړی وي حتماً ریزش به کړی وي خو امید دا دی چې تاسو محصلین او تاسو باید باخبر اوسېږي چې ستاسو پوهنتونونه اوس یو وخت کې دوه میلیون تنې نه درلوده اوس سل میلیونې کوم ځای نه کېږي دا د ټیګي فاندې دا یو وخت ستاسو اټلا وسایل نه درلوده کوم ځای نه شو اوس همدا ټیګي فاند دی یو وخت موږ لاس بل چاته نیولی وو چې پیسې راکړي خیرات راکړي اوس اترا یو دولتي غیر واحد بودیجوي اداره ده چې خپله فنډ لري هغه فنډ کوم ځای نه راځي خو ټول د خلکو جیب نه راځي کنه دا موږ سره موجود دی موږ زیاتره د دې فنډ به دغه تعلیمي سکتور او صحي سکتور کې مصرفوو تاسو هم انټرنیټ لري او کوشش کوو چې پوهنتون کې متاسفانه دوه کال وخت کې موږ کوشش کوو چې واقعیتونه تاسو ته جوړ کړو نادا چې د پوهنځي وي د وزارت د تاسیسات اړینې طریقه تاسو کوئ چې موږ ته وړاندې کړو موږ څه وکړو بل خبره دا ده چې تاسو وویل چې اوپن اکسس پالیسي خوشبخته ده چې مخکې موږ واقعا انټرنیټ خدمتونه ډېر څه چې نومې کې اوچت وو اوس هغه ریفونه اوبېدلې دي یو کال وروسته انشاءالله هغه ریفونه به نیم شي ولې نیم کېږي تاسو مخکې وویل چې موږ اوپن اکسس پالیسي اترا اداره نه پاس کړ د هغې په اساس ای سي جي ایم ټي ایل اتصالات افغان بستین دې څلور شکلو ته موږ د او ایم سي جوازونه ورکړی وو دې اوس کوشش کوي هغه مین روډ کړي هغې نه وروسته دی به په دې خاطر شي چې په مراکزو کې یا په اول سټیپ کې دی به په زونو کې که نه او بیا په ریجنل اول په سنټر کې بیا په ریجنل کې بیا پروینشل په لیول باندې دې به خدمات سرته کړي او یو وخت به تاسو ووینئ چې انشاءالله لکه پاکستان یا نورو مملکتو کې دا انټرنیټ خدمت شي ټیک دی ماسې مهم انشاءالله نو دا کار په دې باندې کېږي فکر کوم زما وخت هم کم دی او زه به ستاسو سوالونو ته ځان آماده کړم د ورور ماتو چې نړۍ مېرمنه درې سوال اخو درې سوال وخت سره ورته جوړه په فاکټ کې یو ګروپ فوټو اخو دی امه دې چې داسې سوال نو کې چې تاسو جواب درکو داسې سوال دې جواب نو ورکول کیږي ګوره دغه چې ځینې اساسات موجود دي چې دا نه اترا او پوجا ځینې خبرې چې په ځان کې کوم دي په سوالونو همیشه هر څو ډېرې نو پیغام مهرباني مهرباني دا کلیه فند په اړه کې تاسو یو اول کلیه فند د کوم جنرال د جنریشن پوینټ شې ته زه هم زموږ توقع دا ده چې دا نه د تاسو نه کلیه فند چې تاسو کا په پونټو کې کتابونو کې کېدل دا شامل نه دي ما توقع تاسو چې کلیه فند نه ده چې تاسو دما هغه لري پرتې سیمې او ورسوالیانی کلی هغه د تاسو خدمات او اساس هغه کې تاسو مشکلات ډیر لري ماشاءالله نو هغه مشکلات کې تاسو ته تاسو سره د مستاو سره د سوتو هم تاسو باندې کولای شئ کې دی فنو د ځینې یو بین ا ټیکنیکل پرسن او یو کس دا چې مخابرات کې مرکز کړي په مخابرات سکتور کې معلومات لرم کې دی فند نظر ازایت نه لرم دریم موضوع د جریمیدی چې په کوم تاسو باندې اشاره کوي چې دی فند یو غزاری هم د جریمیدی تاسو د شرکتونو د ایمنو یا نور هغه شرکتونو د جریمی کوي نو په دغه تطبیق د قانون کې دغه جریمی ستاسو چې دی فند هم سره غني شي او په عین زمان کې د قانون د تطبیق لپاره دغه غزاری ګټه په اړه کې تاسو له رڼا مو شي ښه باندې 23 ماده سیمې ادارې تنظیم خدمات مخابراتي چنین سره بودجه انکشاف خدمات مخابراتی وجهی است که از طرف شرکت مخابراتی برای توسعه خدمات مخابراتی در ساحات روستایی مراکز تعلیمی و صحی و ساحات که تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار نمیگیرد تادیه می شود صحیح شد در یو دولتی سنده چه یا وزارت مالیات هم در پیسی من هغه نه نه در شرکتونه یو کنفرنشن کوي دا یو انټرنیشنل سټنډرډ دی د لری پراکسیمو ته نه ځي خام ورته وایي چې دلته نه ځي ته باید ماته یو څه پیسې راکړي چې زه هغه ځایونه پلان کړم په شکل سبسډي پرې درته درکړم
نو دا هغه پیسې دي چې 2.5% د خالص عوایدو څخه چې دا په جواز او پالیسي کې او په طرزنامه کې تعریف شوی دی دا پیسې من مخابراتي شرکتو څخه جمع کوو او بیا هر کال د دې لپاره موږ پلان نیسو او تطبیقوو صحیح شو دویم دا دی چې تر اوسه د ټي ډي فنډ نه 2.5 ټاور بیس سټېشن من لرې پراته سیمو کې موږ جوړ کړی دی شرکتونه لری ځای ته نه ځي ولې نه ځي ویا ته موږ سرمایه ګذاري زیات کوو نفوس کم دی ګټه نشته موږ ورته وایو چې تاسو نه ځي ستاسو پیسې موږ سره شته دی موږ دا پلان کوو هر چا چې لو سبسیډي آفر کړ هغه ویل دی هغه سره کنټراکټ دا کوو هغه سره ګټي یعنی تر اوسه 2.5 سره ټول افغانستان کې دوی نه تلل دا د ټي ډي په برکت چې موږ جوړ کړی دی یو شو دویم تقریبا یو څه ډیر کم فیصد دوه پنځه لس فیصد پاتې وي نور نوي فیصد د افغانستان ټول کنټرول تحصیلي مرکز نهادونه ټول کیبل نوي سره مسله کړې دي او که څه پاتې دي هغه د وای ماکس یا مایکروویف د نورو یا بیسم لارې انټرنټونه ته ورکوو همدغه ټیټي فنډ نه ورکوله دریم دا دی چې اوس کوشش کوو چې ټول ولسوالۍ ګانې اوس هم پروژه روان دی ولسوالۍ او د ول سره هغه ولسوالۍ چې تعمیر ولې اوس موږ تاسو ته ولسوالۍ ته تعمیر نشته دی کنه ولسوالۍ کې تعمیر موجود دی بار موجود دی موږ کیبل نوري ته وصل کو یا مایکروویو سره دا مرکز سره وصل کو دی تاسو ته انټرنیټ وکړو اول استیپ کې کنیکټیویټی دی کله چې دا موږ نه ته انټرنیټ وکړو هغه نو وسته بیا موږ خپل اهداف سره کوی شو دا هغه پاندې چې دیونه اخره بیرته په افغانستان کې مصرفي کې بیرون نزي او مصرف شوی دی ډیر ښه ریزالت ورکړی دی عملا پر که څو غواړي زه ډیر سند لرم او کویشن ورته ورکړم او د معرف په بخش کې تر اوسه موږ سل مکتبونه هم په سل مکتبو کې 200 اقدام هم څه کړي دي ایجاد کړي دي او 200 نوي بوس په پروګرام کې دي همداسې ورو دا پروګرام روان دی ولې ځینې مشکلات شته چې اغه په خپل ځم کې خاص ته څوک سوال لري به کوی شو ورته تمه کوم شو ډیره باندې سوال کو بیا وخت ختمې دي ډیر څه وترم سوال د ارتباط به کې چې تو ایستار ما و در بکنی کې به نکسا جوین کنن شما به ایس ارگانی که امی ایستار لایسنس میتین و جواز میتین که اینا فعالیت کنن چرا یکی از شرایط کنه در اگریمنت با امی ایستار نمیگذاریم که اینا حتمی باید با این پذیرفتن اینی شرایط و جای کردن نیسا بعد ای لایسنس دریافت میکنه درست است تمام شرایطی که جواز دارد داخل جواز درج است جوازا به خلم سه کتگوری داره من نمیفهم چون از او بخش من نیستم دو جواز ذکر است که این فرد این تو جواز میگیره او به این جواز میگیره او به این او کسانی که جوازهای اینترنشنل یا نشنل دارن در او در جواز واضح شرایط معلوم است به او اساس اونا باید خودشان به وزارت محترم مخابرات مراجعه کنن و از اون طریق اینا به نکسا چیشان کنک شد و هرگاه کسی بر ما دهی رابطه رایز بیاره پیشنا داشته باشه ما میتونیم که شرکت را بتل بیم برشان بگویم که شما ای کار را بکنیم این مشکل نیست ما میتونیم در این مورد حرکات داشته باشه مشکل نیست سوال آخر خالقی سب سوال را برنامه را ختم نیکنیم از ما انجینیر سب سوال نیست خدا خیر کنه شما نیست اما فقط یک آیش رو به شما مهربانی سر ما سال 2012 قرار بود تفسیر بار اول باید جور کنیم و آمد این پیش انجینیر سر خواهد کنیم نجیب عزیزی سر نجیب عزیزی سر بله و از اونا هم خواهش کردیم که از این فند تی دی اف آقا پیسا ما رو دیگه ما شروع جور کنیم از این پیسه تی دی اف یک چند پر ما بتن ما این برنامه رو دوگان خوبتر تنظیم کنیم اول گفتن درست بازم شخصی بود چند تا ما دیگه بازم گفتن بریم با امنوس شما اپروچ کنیم و بوگا پا ما از پیشان خطا کرد پیش هم ایسه با اومدیم اونا چی کردن سری هم رو هم کاری نکردن اگر قرار باشه میفسه که 2020 ما در حیرات بکنیم یا در مزار بکنیم سال آینده از پر میتیدیم شما چه تمره ما کاری کردن؟ بسیار خوب شما میفهمید که اداره اطلاع در راس خود پنج نفر از ایر بردن مطابق حکم قانون تصمیم در قدم اول اینا میکنن و بعد از یک بودیجه و تشکیل از شورای عالی اقتصادی پاس میشه که روز دوشنبه بودیجه و پلان تشکیل از شورای عالی اقتصادی پاس شده است
در صورتی که شما خودم پیشنهادات داشته باشین شما برام روان میکنین ما با بورد اداره اطلاع پیشنهاد میکنم هر گاه بورد قبول کرد ان شاء الله در یک قسمت ما خطم همکار هستیم همکاری میکنیم در قدم اول میارم چیز تمام پختخانه های که مربوط به وزارت چیز چه نام داره مخابرات است با کیبل موری وصل میکنیم و امی آر تی دی میسم برای شما اطلاع برای این هم برای زیم ما همیز 30 میلیون دلار تخصیص کردیم و در این قسمت انشاءالله ما شما پروپوزال برای ما روان کنیم میشه این مشکل نیست چون این بخشی است که مطابق پالیسی ما برابر میشه و بورد اداره اطلاع انشاءالله در این قسمت ما فکر نمی کنم کدام پوینت منفی ببینم کاش که این وقت برای ما می گفتین این را شامل بودجه می کردم امی آلم پاس می شد خطا خورده خب بازم چیز برای ما بیرم می بینم چی کنم خدا کنه که ما امروز سوالات شما را طوری که شما میخواستین دوباره هم جواب داده باشه. ما وعده کردیم که 4 بجه برنامه را خلاص میکنیم ان شاء الله کل یک دفعه به 4 بنده یک گروپ فوتو هم میگیریم و برنامه را ثبت میشه به خاطر گروپ فوتو به نظر من بهترین جای است برای کسی مختلف اینجا کسایی که دکتر خانم ها که بالا استاد میشن ما پایین استاد میشیم که کس میشه که یک فوتو کل اینجا و اگه کسی نمیخواه که رکس که مشکل نیست کسایی که بالا چهر استاد میخواه که رکس که